چطورید گایز؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. 5 تا بازی براتون آوردم معرفی کردم که مخصوص سیستم‌های ضعیفه و اینکه فوق‌العاده‌ام. 5 تا بازی خوب براتون گیر آوردم، از اولین بازی تا آخرین بازی بهترین بازی است. یعنی بهترین، سعی کردم بهترینا رو براتون پیدا کنم که برین اشغال کنین دیگه. 2 تا سورپرایز خوبم براتون دارم. این دو تا بازی آخره، حتما 2 تا بازی آخر ببینید تا آخر تماشا کنین. و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایبیاتون نره که یه ویدیو عالی داشته باشیم. بریم داشته باشیم. استرانگل هولد. بازی استرانگل هولد بازی که اگر سیستم فوق‌العاده ضعیفی هم داشته باشیم براتون بالا میاره. فقط حواستون باشه که حجمش 15ه. این بازی اکشنه و همجور که ازش مشخصه سبک شبیه هیتمن داره. یعنی چی؟ یعنی مأموریت‌های بازی رو میتونید به صورت مخفی‌کاره پیش ببرید و هم میتونید مثل بتمن بپرید تو دل خطر و یه مرحله پرهیجان داشته باشید. همینجور که می‌بینید بازی سوم شخصه و کلی مبارزات خفن و نفسگیر داره. داستان بازی هم از هنگ کنگ شروع میشه و کلی مافیا بازی و خلافکار توی بازیه که مافیا روسی همسر شخصیت اصلی بازی رو میدزده. بازی از نظر جلوه بصری و سبک بازی شباهتی به مکس پین داره. راستی اگر از این سبک بازی خوشتون اومده، بازی مکس پین سرم داخل یکی از ویدیوهایی که الان لینکش بالا براتون میاد میتونیم بریم ببینیم، نگاه کنیم. لینکش از داخل دیسکریپشن هم میذارم که اگر بخوایم بتونیم بریم ببینیم. این بازی در ابتدا برای کنسول های مثل پلی استیشن و ایکس باکس 360 ساخته شدش و در آخر برای PC هم عرضه شدش. با اینکه بازی نمرات خوبی رو گرفت، اما از لحاظ صدا و موسیقی چندان دل نشین نیست. لاست پلنت 2. بازی لاست پلنت نسخه 1 و نسخه 3 رو هم داره که اگر دوست داشته باشید میتونید برید دانلود کنید. اما تو این ویدیو نسخه 2 رو میخوام براتون باز کنم. این بازی سبک اکشن و ماجراجوییه که سال 2010 برای PC عرضه شدش. این بازی فروش به شدت زیادی که حدود 2.5 میلیون در سراسر جهان داشت که یک نقطه قوته که پلیرهای بازی از بازی لاست خوششون اومده. نسخه قبلی از لحاظ گرافیکی مشکلاتی داشته که مورد انتقاد قرار گرفت و همین دلیل سازنده‌اش توی این نسخه گرافیک بازی رو به خوبی ترمیم و ساخت و نواقص رو برطرف کردش. داستان این بازی از این قراره که انسان‌ها با همدیگه سر جنگ پیدا کردن به خاطر اینکه یک انرژی پیدا شده که میتونه به تمام سلاح‌ها و ماشین‌ها و وسایل دیگه قدرت ویژه‌ای بده. و قهرمان بازی که یه دونه هم نیستش، بلکه چند نفرن که باید طی مراحل مختلف البته به هم مرتبط بازی رو جلو ببرن. توی این نسخه قابلیت ها تغییر کردن و حتی جلوه بصری و شکل کلی بازی تغییر شدیدی کرده. اما نقطه قوت بازی گرافیک بازیه و البته موزیک و صدای نسبتا خوبی داشتش. این نکته رو هم باید یادآوری کنم که این بازی رو میتونی چند نفره هم بازی کنید. سیندیکیت. سومین بازی این مجموعه هم بازی به اسم سیندیکیت. فقط این بازی رو با اساسین سیندیکیت اشتباه نگیرید، این بازی فقط سیندیکیت خالیه. بازی سبک تیراندازی و اکشن داره که به صورت اول شخص بازی میکنید. سیندیکیت سال 2012 فقط برای PC طراحی شدش. تو این بازی 2 تا سلاح اصلی دارید که بازی رو باهاش جلو میبرید. قدرت های دیگری هم دارید، مثل اینکه دشمن از پشت دیوار ببینید، بازی رو اسلو موشن کنید یا اینکه ذهن طرف مقابل کنترل کنید. داستانش هم از این قراره که تقریبا بیشتر دولت‌ها نابود شدن، قدرت‌های عظیم جهانی برای کسب سود با همدیگه می‌جنگن و عملیات‌های سری برای نابودسازی و تخریب و ضرب طرف مقابل انجام میدن. گرافیک بازی به خوبی طراحی شده و از لحاظ صدا و موزیک به خوبی طراحی شده که نقطه قوت بازی محسوب میشه. در کل بازی به شدت عالیه که حتما پیشنهاد میکنم که حتی یه بارم شده امتحانش کنید، چون بازی که شبیه سبک سایبرپانک ساخته شده. We'll be right back.
روم 2. رسیدیم به بازی مورد علاقه خودم که خیلی دوستش دارم. دلیل اینکه بازی رو خیلی دوست دارم و الان بهتون میگم. این بازی یکی از بهترین بازی استراتژی و ریل تایمه، یعنی زمان واقعی بر اساس واقعیت ساخته شده و تمام مراحلش رو سعی کردن تا اونجایی که جا داره بر اساس واقعیت باشه و نمرات خیلی خوبی رو از دنیای گیم دریافت کرد. راستی اگر این بازی به سیستمتون نمیخوره میتونید یکی دیگه رو نصب کنید که نسخه قبلیش میشه. زمان بازی هم 300 سال قبل از میلاد مسیح و میرسیم به اینجایی که من چرا این بازی رو خیلی دوست دارم. دلیلش هم اینه که توی این بازی ایرانیان هم هستن که خیلی بازی رو جذاب میکنه و شما میتونید رهبری خودتون رو ایران انتخاب کنید. دقیقا یادم نمیاد کدوم زمان و کدوم پادشاه بودش، اما یادم که من کل بازی رو داشتم با ایران بازی میکردم و اینکه بازی از لحاظ گرافیکی فوق‌العاده است که شما نه تنها میتونید از بالا کنترل کنید، بلکه میتونید از بین سربازا هم سربازا رو کنترل کنید و همونجا رهبریشون کنید. بازی از لحاظ صدا و موزیک هم بی‌نظیره. Prince of Persia. میرسیم به گل سرسبد بازی ها. همینجور که از اسم بازی مشخصه، بازی برای ایرانی ها ساخته شده. بازی شاهزاده ایرانی چون قسمت های مختلفی رو داره، من نسخه مد نظرم رو پیدا نکردم که بهتون بگم، ولی یه نسخه هستش که برای سیستم های ضعیفه و فوق‌العاده از خودم هم این رو بازی کردم. Prince of Persia The Forgotten Sands فکر کنم. آره. سیستمش هم که بهتون میخوره، رم 1، گرافیک 256ه و اینکه نسبت به سیستمش گرافیک فوق‌العاده‌ای داره که توی این نسخه دشمنای مختلفی داریم و حرکات نمایشی و دلنشین تری رو میتونیم بزنیم. داستان این بازی هم در مورد خنجر زمانه که در داخل بازی متوجه میشیم. پدر شاهزاده اونو برای حکومت به یکی از شهرها میفرسته، شهری که توش برادرش هم بوده، و تو میرسه به اونجا، میونی شهر رو گرفتن، تسخیرش کردن، دشمنا حمله کردن و اونجا رو گرفتن. حالا همینجور میگذره و ادامه بازی متوجه میشین که چی کار باید بکنین. البته باید به این نکته هم توجه کنی که من چون این بازی رو تو یوتیوب آپلود کردم، یکم گرافیک بازی میاد پایین، یعنی شما با گرافیک کمتر میبینید، ولی داخل بازی گرافیکش یکم بهتر. خب بچه ها، همونجور که دیدین بازی که معرفی کردم نسبتاً بازی آخر بازی بهتری بودن، چون خودم بازی کردم و میدونم چجور بازی هم. دو سه تا بازی آخر حتما به تو پیشنهاد میکنم، اگه دوستاشی میتونیم بازی کنین. همونجور که دیدین سورپرایز من همین بود دیگه، دو تا بازی آخر بازی ایرانی بودن، میتونیم بریم بازی کنین، شخصیت های ایرانی رو ببینین و بازی کنین، لذت برین. و اینکه لایک و سابسکرایبتون نره، کامنت بذارین و سعی کنید حمایت کنید دیگه. به رفیقاتون هم بفرستین ویدیو رو که اونا اگه سیستم ضعیف دارن بازی کنن. سی و سون.